من افتخار اینو داشتم که در پروسهای مختلف با جعفر و محمد علی در زندان با هم تو بندهای مختلف باشیم. برای شناخت این بچه ها خب کافیه فقط به عکساشون نگاه کنید، همطور که عکس حاج محمد خیلی گویا هست، از چهرهش درد و رنج و پروسه زندگیشون میشه حد زد. حاج محمد در طول زندگیش سختی‌های خیلی زیادی تحمل کرده بود، با این وجود هیچگاه لبخندش از لبش محو نمیشد و همواره در مقابل سختی‌ها قدرم میکرد و بسیار روحیه شاد و بشاشی داشت. با وجود صمیمیت و علاقه که به همه بچه ها داشت، ولی این رو خیلی ساده میشد از اون چهرهش دید. یادم میاد تو مراسم های مختلف، تو برنامه های مختلف تو زندان خیلی نقش فعال و جدی داشتش. یک بار یک نمایشنامه بازی میکردیم به اسم اتوبوس، هفت پرده داشت، حاج محمد یه نقش جدی تو این نمایشنامه داشت و همینطور تو مراسم های مختلفی که به رسم زندان برگزار میشد، حاج محمد همیشه شعر و ترانه های مختلفی میخوند که یکی از شعرها به نام حسین خان عرب در واقع به اسم حاج محمد بود که هر وقت میخوند همه بچه ها با اون همراهی میکردن. یکی از ویژگی‌های خیلی بارز حاج محمد از خودگذشتگیش بود تو همه زمینه ها. یادم میاد یک بار در زمستون توی گوهردشت هوا خیلی سرد بود، بعد بچه‌ها خب مشکل استحمام داشتن و آب هم سرد بود و امکان استحمام نبود. من به وسیله دو تا قاشق المنت درست کردم تو حمام، آب گرم درست کردم و حاج محمد مریض بود، نشستم سراغش بهش گفتم که بیا برو دوش بگیر. گفتونی وضعیت؟ گفتم که آره. بعد اشاره کرد به من، گفتش که برو سراغ حاجی کلاسی. حاجی کلاسی پدر مجاهد شهید سعید کلاسی بود، سن و سال زیادی داشت اون موقع. بعد من هرچی بهش اصرار کردم، گفتم بابا تو مریضی، لازمه که با آب گرم حتما حمام کنی و مدتی هم که حمام نکردی، ولی قبول نکرد. بالاخره با اصرار اون دیگه من مجبور شدم که برم سراغ آقا هادی و اون رو ببرم. آجو من گفتم یکی از ویژگی‌هاش این بود که خیلی روی بخشاشو داشت، همیشه با بهزاد فتح زنجانی تو بین ماها معروف بود به آرشیو، او تمام سرودهای سازمان رو از حفظ بود. ساعت‌ها حاج محمد تو هواخوری با بهزاد قدم می‌زد و بهزاد دونه دونه سرودهای سازمان رو می‌خوند و این فقط گوش می‌کرد. و از یکی از کار برنامه‌های سابقه در واقع حاج محمد همین بود که برد با بهزاد تو هواخوری قدم بزنه و این سرودها رو گوش کنه. در یک کلام حاج محمد شیفته همه بچه‌ها بود. وقتی که خبر تشکیل ارشاد رو شنید به من میگفتش که آرزو دارم که ولی حتی یک بارم که شده در کنار بچه ها باشم. از زندانم که اومدیم بیرون هر وقت همدیگر رو میدیدیم همیشه یاد بچه هایی که قصد هم شده بودن زنده میکرد و واقعا عاشقان اسم همشون رو میبرد، مثل محمود حسنی، حمید لاجوردی، محسن بهرامی فرید، بهزاد فتح زنجانی، حیدر صادقی و خیلی بچه هایی که تو قصد همهای 67 اعدام شدن. خیلی واضح بود که همه بچه‌هایی که از زندان می اومدن بیرون، خب قلبشون با مقاومت ایران می تپید. مثلا حاج محمد بارها من وقتی تو زندان تو بعد از زندان همدیگر می دیدیم همیشه این رو به من می گفت که دوست دارم ولی یک بارم که شده بچه‌ها رو ببینم. اولین بارم که در اینجا همدیگر دیدیم دقایق زیاد طولانی من تو آغوش گرفت و گفت بالاخره به آرزوم رسیدم. بهت گفته بودم که یک بارم که شده میام اینجا تو اشرف بچه ها میبینم. گفتش که من همه زندانی ها دارم میبینم، گفت همه شهدا دارم میبینم. اما رژیم فکر میکنه که با این اعدام ها میتونه خللی در عزم ما ایجاد بکنه. واقعیت اینه که ما با نام و خون هر شهید سوگند خوردیم و سوگند میخوریم تا سرنگونیش از پای ننشینیم، همینطور که جعفر، حاج محمد و علی سالمی تا به آخر بر عهد خودشون پای فشردند. این اعدام ها فقط عزم ما رو جذب‌تر میکنه
این خونها در خیابان‌های تهران و تمام شهرهای ایران جریان داره و رژیم پوسیده و بحران‌زده خمینی رو به زباله‌دان تاریخ خواهد فرستاد. خامنه‌ای این دشمن علیل اشتباه میکنه، تلسم ولایتش مدت هاست شکسته، دیگه این اعدام ها نمیتونه تأثیری در قیام مردم ایران بگذاره. هر روز میبینیم که رژیم در هر زمینه‌ای که وارد میشه داره شکست میخوره. علت چیه؟ علت اینه نیستش که رژیم بین راه حل های مختلف گیر کرده، علت اینه که رژیم بین بد و بدتر هر کاری رو که میکنه به ضد خودش تبدیل میشه. رژیم در بنبست مطلق قرار داره و این چیزی نیست جز اینکه سرنگونش رو روز به روز نزدیکتر بکنه. اینجا مجددا با جعفر و حاج محمد و حاج آقایی عهد و پیمان میبندیم که تا به آخر راهشون رو ادامه بدیم و تا سرنگونی رژیم آخوندی دست از مبارزه بر نداریم و لحظه‌ای در این زمینه کوتاهی نکنیم و در یک کلام میگیم که خامنه‌ای بی حیا، ولی فقیه فاسد ها، اشرف میگه خودت بیا، چرا وقتی که در درب اشرف به شکست با شکست مواجه میشی دست روی زندانی های دستبسته باز میکنی و اونها رو اعدام میکنی؟ اینها هیچ نتیجه برای تو نخواهد داشت، اینها فقط گور تو رو عمیق‌تر خواهد کرد و سرنگونی تو نزدیکتر. وعده ما در تهران، در خیابان های قیام، با ارتش قیام در تهران. درود به همه شهدا و رزمندگان راه آزادی. زنده باد مردم ایران.